اگر قصد سفر به استانبول داری، نمیدونی کجا بری بگردی و خوش بگذرونی و خرید کنی، این ویدیو رو ببین. مستقیم از سر ورزش و تمرین اومدم که فقط این ویدیو رو برای شما رکورد کنم که حالش رو ببرید. از کجا شروع کنیم؟ از تقسیم و استقلال. اصلا غیر ممکنه استانبول بیای و اونوری نری. میتونی بری تقسیم و 4 تا عکس بندازی و بندازی تو خیابون استقلال. گفتن که خیابون استقلال اگه بدون توقف و ترافیک آدمی بری 45 دقیقه طول میکشه تا این خیابون تموم بشه. خود خیابون استقلال هم که موزه مادام توسو داره باید حتما یه بار ببینیش. پشت خیابون استقلال به موازاتش کوچه نویزاده است که درود به شرفش. اگه دوست داری تفریحات شبانه داشته باشی و بشینی توی یه بار یه نوشیدنی بخوری با موزیک زنده، برو نویزاده. وسط خیابون استقلال هم میتونی یه پیچ و با پیچ هم بزنی بری کوچه فرانسوی ها. البته من هر موقع رفتم اونجا خلوت بوده، چند بارم بهش شانس دادم شنبه یک شنبه آخر هفته عید رفتم نگاه کردم خلوت بوده. عکساشو که ولی میبینیم شلوغه. نمیدونم، حالا شما هم یه سر بزن نظرتو به من بگو. تو خود تقسیم استقلال هم میتونی همبرگر خیس امتحان کنی. همبرگر خیس هم شاید اسمش جالب نیاد، ولی نونشو با سس گوجه آغشته کردن اصلا یه چیز خیلی خوشمزه‌ایه و به عنوان غذا هم نمیشه حسابش کنی. واقعا پیش غذاست چون اندازه توپ یه حب میمونه. میتونی صدف بخوری، بلوط بخوری، سیمیت بخوری، آب میوه های تازه و طبیعی بخوری یا از این سیخ های آناناس های پوست کنده و آماده. انتهای خیابون استقلال هم که میرسی به برج گالاتا، میتونی بری برج گالاتا رو هم ببینی، از اون بالا کل شهر مشخصه. موقعی که خیابون استقلال و برج گالاتا هم تموم شد، میتونی بری اون دست خیابون محله کاراکوی و گالاتا پورت. وقتی هم رسیدی گالاتا پورت میتونی هم بری عکس بندازی، کلی رستوران با کیفیت داره، نصرت هم اونجا شعبه داره. در ضمن شبا هم میتونی از باراش استفاده بکنی. کاراکوی هم که اگه به تایم نهار رسیدی میتونی همبرگرهای خوشمزه اونجا رو بخوری. اگر هم شب رسیدی میتونی از بارای اونجا و تفریحات شبانش استفاده کنی. یه روز دیگه‌تون رو میتونید با کشتی و آب و دریا و تنگه بوسفور پر کنید. از ساحل امینونو سوار کشتی های ساریر بشید تا انتهای خط برید که یکی دو ساعت رو آبیم. تمام این فیلم و سریال ترکیه هم که دیدید خونه و ویلاهاشون تو همون یه تیکه جاست. میتونید رو کشتی کلی عکاسی کنید، از دریا لذت ببرید، همزمان قسمت آسیایی و اروپایی رو میبینید و میتونید از بوفه کشتی چای، قهوه ترک و انواع اقسام آب میوه ها رو سفارش بدید. موقعی هم که پیاده شدید خط ساحلی رو میتونید پیاده تا جایی که میتونید برگردید و قدم بزنید. در ضمن اونجا پارک امیرگان هم داره، اگر بهار باشه فستیوال لاله داره و یه مقدار جلوترش هم که پارک ژاپنیه به یه بار دیدنش میارزه. تو مسیر برگشتم کلی رستورانایی که غذاهای دریایی سرو میکنن و میتونید بشینید و از منظره و غذا لذت ببرید و ماهی و راکی و آبجو هرچی که دوست دارید بخورید و دوباره با کشتی یا تاکسی یا اتوبوس برگردید و میتونید دوباره اورتاکوی پیاده بشید، از این سیب زمینی ها و وافلای تازه که جلوی چشمتون درست میشه بخورید یا میتونید برید به شیکتاش از تفریحات شبانه و بار و کلاب حسابی لذت ببرید، مخصوصا شنبه شبا. بریم برای پیشنهاد سوم. میتونید برید منطقه ایوب سلطان، با تلکابین برید رو تپه به اسم پیر لوتی، یه منظره قشنگی از خلیج گلدن هورن رو ببینید و قهوه ترک و چاییتون رو نوش جون کنید و عکس بگیرید. موقعی هم که برگشتید پایین میتونید با تراموا به سمت محله بالات برید که پر از کافه های دنجه و محله رنگی رنگی و توریستیه. تو دل کوچه پس کوچه هاش برید و عکس بگیرید و مدرسه قدیمیشو ببینید و میتونید با اتوبوس برگردید امینونو و اونجا کلی ساندویچ های ماهی تازه با ترشی نوش جون کنید که توی قایقای لب آب درست میشه. بعدش هم میتونید بیاید این دست خیابون یه سری به بازار کاپالی چارشی بزنید،
اگرم اهل ماهی نیستید یه کباب خیلی عالی و خوشمزه میتونید بخورید به اسم چا کباب شهزاده. بریم سراغ پلن 4. اگر اهل جاهای تاریخی هستید میتونید برید محله سلطان احمد و دور تا دور موزه و مسجدهای تاریخی ببینید و تماشا کنید. مسجد ایاصوفی هم رایگانه، ما بقیشو باید پول بدید. و تو همون محله سلطان احمد میتونید به معروفترین و قدیمیترین رستورانی که کوفته میده یه سر بزنید. کوفته هاش هم مثل کوفته های ایران نیستا، یه جوری شبیه تاس کبابه. بریم برای پلن 5. اگر دوست دارید قسمت آسیایی شهر رو ببینید میتونید خیابون بغداد استانبول برید که یه خیابون طویله و میتونید پیاده روی کنید. پر از رستوران های با غذاهای خوشمزه و با کیفیت که میتونید استفاده کنید و به شعبه بستنی مگنومش یه سر بزنید و به سلیقه خودتون بهترین بستنی رو بخورید و یا لب ساحلش برید و از ویو دریا لذت ببرید، یا اینکه برای تفریح شبانه برید اونجا که کلی بار و کلاب داره. میتونید به جای خیابون بغداد به محله کاریکوی آسیایی هم برید که هم حالت بازار داره، میتونید لباس بخرید یا انواع اقسام خوراکی خوشمزه رو بخورید. لب دریا برید و در خط ساحل قدم بزنید یا کلن شب به این محله برید و بازم بار و دیسکو و کلاب. کلن این منطقه شنبه یک شنبهش رو هواست. بریم برای پیشنهاد 6. یه روز کامل رو میتونید برای جزیره بذارید. به یکی از اسکله هایی که به سمت جزیره میره مراجعه کنید. بهتره که صبح این کار رو بکنید چون زمان زیادی رو روی آب هستید و وقتی که رسیدید میتونید پیاده یا دوچرخه کرایه کنید و خط زرد و آبی رو دنبال کنید. خط زرد مسیر کوتاه دور جزیره رو میره، خط آبی هم مسیر بزرگتر، یا اینکه با مینیبوس‌های برقی یه دور دور جزیره بزنید. جالبش اینه که توی این جزیره ماشین یا موتورهای گازی و بنزینی که دود تولید میکنن ممنوعه و همه وسایل برقیه به غیر از ماشین حمل زباله و پلیس و اورژانس. و وقتی به بالای تپه جزیره میرسید واقعا یه صحنه از بهشت رو میبینید و وقتی برگشتید میتونید به یک کافه های لب آب برید، از خوردن ماهی و غذاهای دریایی با نوشیدنی لذت ببرید. یا کلا میتونید جزیره گردی نکنید، به پلاژ های این جزیره برید و از شنا و آفتاب حسابی لذت ببرید. بریم برای پلن 7. اگر تابستون اومدید یه روزو کامل بذارید برای پارک آبی. دو تا پارک آبی بزرگ داریم، آکوا دولفین و توزلا. اکثرا به خاطر دسترسی آکوا دولفین اون رو انتخاب میکنم، ولی خب توزلا پارک آبی بهتریه ولی دور، انتهای آسیاییه. یکی از جزیره هم پارک آبی داره، اونم خوبه. بریم برای پلن 8. فلوریا یه محله است که یه پاساژ هم داره به اسم آکوا آکواریوم که اینجا شما میتونید کنار خرید کردن به آکواریومش برید که خیلی بزرگه و واقعا دیدنش به یک بار میارزه. ناهارم فودکورتش برید و از ویو بی نظیر فودکورتش حسابی لذت ببرید. میتونید از پاساژش نوشیدنی بخرید و برید لب دریا بشینید و لذت ببرید، یا میتونید دوچرخه یا سه چرخه خانوادگی کرایه کنید و خط ساحلی و رکاب بزنید. اگر هم تابستون باشه و هوا خوب باشه میتونید به پلاژ فلوریا برید که پلاژ واقعا با کیفیتیه. شبش هم که میتونید از بارهای لب ساحل یا داخل پاساژ استفاده کنید و یا آخرین طبقهش برید و بولینگ بازی کنید. خب اینم از 8 پلن ما. بریم سراغ مراکز خرید. برای خرید کردنم پاساژ جواهیر، فروم استانبول، ایستینی پارک، زولو، مارمارا فروم، مالاف استانبول از پاساژهای بزرگ و تکمیلی هم که استانبول داره و اکثر برندها رو هم دارن. اگرم میخواید آتلت برید بهتریناش استار سیتی، اپتیموم، 212، بنیزیا، سوسو، ولی خیلی خوشگله. و اولویوم که اکثرا این پاساژ رو دوست دارم ولی من و محمد خیلی خوشمون نمیاد
ولی اگر خواستید برید حتما سه‌شنبه هاش برید که یه تخفیف خوبی هم داره. و ارزون ترین حالت خرید در استانبول دیدن بازار محلی اونه. اگه چند بار استانبول اومدید حتما یه بار به بازار محلی سر بزنید و اگر حوصله کنید و خوب بگردید کلی لباسای قشنگ میتونید پیدا کنید. و از معروفترین بازارهاش هم شنبه بازار باکیرکوی، چهارشنبه بازار یشیلکوی و فاتی و جمعه بازار فیندیکزاده. امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره. لایک و کامنت هم فراموش نشه. خدافظ.